برنامه امروز ما طرز تهیه شکلات مغزدار هست. کمتر کسی هستش که شکلات رو دوست نداشته باشه. شما به راحتی این شکلات رو میتونید در منزل با هر طعم و مزه و اسانسی که دوست دارید آماده بکنید و آماده کردنش هم خیلی ساده است. مواد مورد نیاز: کره بادوم زمینی 25 گرم یا یک قاشق غذاخوری سرخالی، کره 15 گرم یا میشه گفت یک قاشق مرباخوری، پودر قند 15 گرم یا میشه گفت یک قاشق غذاخوری سرخالی، بیسکویت حدود 20 گرم که میشه 4-5 تا بیسکویت ساده. بیسکویتتون سعی بکنید که خیلی ساده باشه، شیرین و مزه‌دار نباشه. مغزیات داخلش هم شما میتونید از هر مغزیاتی که دوست دارید استفاده بکنید. گردو، بادوم، پسته، فندق یا نخودچی، بستگی به ذائقه خودتون داره. حدود 250 گرم شکلات و یکی دو قاشق روغن مایع نیاز دارید. باید بیسکویت رو پودرش بکنیم. کره بادوم زمینی با کره رو داخل ظرف بریزیم و روی حرارت قرار میدیم. روی حرارت خیلی کم قرار میدیم تا ذوب بشه. ذوب که شد پودر قند رو اضافه میکنیم. خوب دوباره و بیسکویت پود شده رو اضافه میکنیم، با هم مخلوط میکنیم تا زمانی که یک خمیر یه دستی بودیم. بعد از روی حرارت بر حالت خمیری که گرفت از روی حرارت بر میداریم کنار میزنیم تا یه مقدار سخت. شکلات تخته‌ای رو به قسمت‌های کوچکتر تقسیم می‌کنیم. بعد داخل یک ظرف خشک و تمیز می‌ریزیم. بهتره که ظرفمون استیل باشه و به روش بنماری روی بخار کتری این شکلات رو باید ذوب بکنیم. زمانی که شکلات روی بخار کتری به روش بنماری داره ذوب میشه، بخار آب یا آب نباید وارد شکلات بشه، چون باعث میشه که شکلات سفت بشه. مرتب باید هم بزنید تا زمانی که کامل همه شکلات ها ذوب بشه. بعد از اینکه کمی آب شد میام یکی دو قاشق روغنی که داشتیم بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا کامل آب بشه شکلات. در حین آب شدن شکلات یکی دو قاشق روغنی رو که داشتیم بهش اضافه میکنیم و مرتب هم میزنیم تا کامل شکلات آب بشه. شکلات کامل ذوب شده. برای آماده کردن شکلات مغزدار میتونیم از قالب های سیلیکونی استفاده بکنیم اگر این قالب ها رو هم نداشتیم. البته این قالب ها رو میتونیم از لوازم قنادی فروش ها تهیه بکنیم. اگر هم نداشتیم میتونیم از قالب های یخ استفاده بکنیم. این قالب ها رو چرب میکنیم و شکلات رو داخلش میریزیم. مقداری کمی از شکلات رو داخل این قالب ها میریزیم. کمی که شکلات ریختیم قالب رو به حالت دورانی حرکت میدیم که دیوارهای قالب هم شکلاتی بشه.
بعد از این مرحله کمی از مواد آماده شده به اندازه نخود برمیداریم، داخل قالب میذاریم. حالا گردو یا نخودچی یا هر مغزیات دیگه هم کنارش میذاریم. فندق رو میتونید نصف کنید، بادوم رو همینطور، گردو رو مثلا به قسمت های کوچکتری تقسیم بکنیم و داخل قالب بذاریم. بعد دوباره روش شکلات میریزیم و پر میکنیم هر قسمت قالب رو. قالبا که پر شدن داخل یخچال قرار میدیم نیم ساعت تا یک ساعت تا شکلات ها خودشون رو بگیرن. بعد از اینکه خودشون رو گرفتن خیلی راحت از قالب سیلیکونی شکلات ها رو خارج میکنیم به همین راحتی. با این میزان مواد من حدود 40 تا شکلات درست کردم، البته یه قاشق غذاخوری از مواد میانیش اضافه مون. امیدوارم شما هم این شکلات خوشمزه را آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنونم.